داشت بفرمایید چجوری اون هواپیما رو شکار کردید؟ خواهش میکنم. خواهش میکنم. دو تا از ساقط کردن ها که در ذهنم هست، یکی اینه که روی دریاچه پریشان بعد از بنزینگیری با حضور کابین عقب عزیزم که انشالله هر جا هست سالم و سلامت باشه، عزیز دلم علی پهلوانی، روی هواپیماهای عراقی لاک کردن و موشک رو از 80 مایلی زدیم. هواپیمای سوخو 22 بود، دقیقا جایی که هواپیمای لیدر این دو فروندی که از مسیری که می آمدن که خارک رو بخوان بزنن، زمانی که موشک فینیکس ما بهش خورد، دودش که بلند شد، جایی سقوط کرد که مرحوم خواهر بزرگ من با همسرشون و فرزندانشون در اون منطقه به نام منطقه صنعتی هست به نام بهرگان که به زبان محلی به اونجا میگن امام حسن، دقیقا در 7 کیلومتری منزل خواهر من این هواپیما سقوط کرد و حالا به هر حال درست دشمن، ولی خب خلبانش کشته شد. شماره 2 این هواپیما اشتباهی که کرد، شاید جوان بود چون ما ارتفاعمون بالا بود، ارتفاع گرفت و زمانی که ما را به چشم دید برگشت به سمت عراق. من شیرجه کردم و عزیز دلم علی پهلوانی که از یکی از بهترین کابین عقب‌های F-14 بود روش لاک کرد. رسیدیم به 1 مایلی این هواپیما، متاسفانه تمام مهمات من قفل شد، نتونستم. حالا شاید عمر ایشون باقی بود و تونست که این خطر رو ازش فرار کنه و همین موقع بود که پدافند امیدیه شروع کرد به تیراندازی کردن که چند تا گلوله زیر بال هواپیمای ما خورد. خوشبختانه مشکلی برای ما ایجاد نشد و من سریعاً با 70 درجه دماغ بالا هواپیما رو کشیدم تا 30,000 پایی. من تا پدافند امیدیه این هواپیما رو ساقط کرد، خلبانش رو اسیر کردن و فرستادن تهران. یکی دیگه از شکارهایی که خیلی برام یادآور جنگ، زمان جنگ من هست که بهش افتخار میکنم، کشتیهایی بودن که به مدت 3 سال مایحتاج روزانه ملت عزیزم رو میآوردن، از بین گناوه و خاک عبور می کردن. ما اینها رو ساپورت هوایی می کردیم، می آمدن محشر تخلیه بار می کردن. کابین عقب من زنده یاد مرحوم غلامرضا باقری بود، وینگمنم هم بزرگوار زنده یاد، در واقع بگم پهلوان محمود کریمی، بچه بزرگ بندر انزلی، و کابین عقبشون هم تیمسار یوسف احمدی که الان هستن و من به وجودشون افتخار میکنم. اینها نزدیک شدن به ما. تیمسار آسم توی رادار بوشهر بودن، فکر کرده بودن که اینها اینقدر به ما نزدیک شدن که حتی بتونن ما رو با موشک بزنن، که خودش اظهار میکرد میگفت خلیل من شروع کردم اونجا گریه کردن و بعد حتی نزدیک بود که فاتحه تو رو با قول معروف بخونم. ولی استادی داشتم که استاد استادهای ما بود، پهلوان تیمسار علی دهنابی، آموزشی به من داد زمانی که من افتخار میکردم و افتخار میکنم که شاگرد ایشون بودم. به من آموزش داد که در چه مواقعی میتونم از موشک حرارتی سایدواندر استفاده بکنم.
موشک سایواندر حرارتی رو زدم، شاخ تو شاخ زدم، دستی که باید از دم میزدم که حرارتیه، ولی همین باعث شد که این چهار فروند از هم جدا بشن. من دنبال دو فروند اولی که لیدر بود رفتم و روش قفل کردم. من البته قفل نکردم، خود زنده یاد غلامرضا باقری قفل کرد و در 16 مایلی که تقریبا میشه حدود 1 کیلومتر من سایدواندر زدم، مستقیما به دم هواپیما اصابت کرد، هواپیما در آن واحد منفجر شد و من دیدم که دارم وارد ترکشای هواپیمای میگ 23 میشم. شدیدن به سمت راست با 8 کشیدم با 90 درجه بنگ. در همین لحظه دو فروند موشک ایتولی که وینگمن لیدر این چهار فروند زده بود، من اول گوش ما رد شد و نگشتم، رفتم تو دوم این هواپیما که متاسفانه تو صحبتش خیلی زیاد بود، من بیانت اون جیر فلایی افته بودت بگردم نتوستم دیگه دنبالش کنم و رفت. و زنده یاد محمود کرمی و تیمسار یوسف احمدی روی اون دو فروند دیگه قفل کردن، حتی به نقطه هم رسیدن که میتونستن هر دو فروند رو سرنگون کنن که متاسفانه تمام مهماتشون قفل شده بود و نشد کاری بکنه و اون دو فروند هم دیگه به سلامت به هر حال تونستن از چنگ ما در برن. این دوتا موردی بود که میتونستم اظهار بکنم از 5 فروندی که افتخار میکنن از هواپیماهای عراقی سرنگون کردن و 1547 ساعت پرواز جنگی دارم، 3 سال در رکاب بزرگانی مثل تیمسار ابوطالبی، تیمسار ادراکی، تیمسار خلیلی، تیمسار حزین، شهید بزرگ پهلوان حزین، تیمسار بزرگ پهلوان آلاغا از اصفهان، تیمسار فضل‌الله جاوید نیا از بزرگان اصفهان، مرد میدان و عزیز دلم محسن مهنتی. در زیر سایه این آقایون به مدت 3 سال ما یه چیزی حدود 8800 فروند کشتی رو تونستیم به سلامت به محشر برسونیم که بتونن و در بندر امام پهلوگیری بکنن، تخلیه بار بکنن. در طی این 3 سال عراقی ها فقط تونستن از 8800 فروند که شاهد دارم از عمرای نیروی دریایی ارتش که همینجا به گواهی میگیرم با ناوچه های خودمون، با کشتی های خودمون و کشتی های باری، از 8800 فروندی که ما تونستیم به سلامت برسونیم به ماشر، عراقی ها در طی 3 سال فقط تونستن 80 فروند از کشتی های ما رو بزنن و این افتخاریه که همیشه برای من باقی خواهد ماند و من بهش افتخار میکنم که زیر سایه شما ملت عزیزم ولی نعمت عام من تونستم این کارها رو که وظیفه شرعی و ملیم بود انجام بدم.